پیامدهای طرد رژیم از کنفرانس ژنو دو و هشدار آمریکا نسبت به احتمال کاربرد گزینه نظامی علیه رژیم آخوندی و حکومت بشار اسد در سوریه. جان کری وزیر خارجه آمریکا: ما بر اساس اعمال رژیم ایران در سوریه حکم صادر می‌کنیم، نه بر اساس حرف‌ها. چرا رژیم ایران بیانیه ژنو یک را امضا نمی‌کند؟ در صورت عدم پایبندی رژیم به تعهداتش در توافق هسته‌ای ژنو، گزینه نظامی وارد می‌شود. جان کری در مصاحبه با تلویزیون الحره: رئیس جمهور اوباما هرگز در رابطه با سوریه هیچ گزینه ای را از روی میز بر نداشته است. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه: دوران رژیم اسد پایان یافته است، این رژیم مرده است. گفتگوهای غیر مستقیم بین دو هیئت ائتلاف ملی سوریه و رژیم بشار اسد که از روز جمعه آغاز شده است تحت نظارت اخضر ابراهیمی نماینده ملل متحد صورت می‌گیرد. به گزارش العربیه، ائتلاف ملی سوریه گفت روز جمعه حاضر نیست قبل از اینکه هیئت رژیم سوریه تصمیمات ژنو یک را قبول کند با آن وارد گفتگوهای مستقیم بشود. احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه روز قبل در یک کنفرانس خبری گفت ما به آینده‌ای بدون اسد در سوریه می‌نگریم. اسد و رژیمش دیگر به تاریخ پیوستند. هیچ کس نباید تردیدی داشته باشد که دوران این رژیم پایان یافته است، این رژیم مرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CNN در مورد دلیل حذف رژیم آخوندی از کنفرانس ژنو دو گفت روشن است ما نسبت به ضرورت اینکه کشورهای مشخصی به راه حل کمک کنند و نه اینکه بخشی از مشکل باشند آگاه هستیم. در رابطه با شرکت رسمی رژیم ایران در این کنفرانس، استاندارد مورد نیاز برای شرکت بسیار روشن بود. ما همواره گفتیم کشورهایی که خواهان حمایت از ژنو یک هستند که از ماه ژوئن 2012 چارچوب تلاش‌های ما برای حل و فصل مسئله سوریه بوده است، باید بیانیه ژنو یک را امضا کنند و کشورها یکی بعد از دیگری آن را امضا کردند. لذا چیزی که باید از خودتان سوال کنید این است که چرا رژیم ایران این بیانیه را امضا نمی کند؟ چرا مانند بقیه کشورها موافقت نمی کند؟ وزیر خارجه آمریکا درباره حمایت بشار اسد از تروریسم در منطقه گفت همسایگان سوریه همه درک می کنند که هیچ صلح و ثباتی در آن منطقه و حتی هیچ اتحادی در خود سوریه نمیتواند وجود داشته باشد مگر آنکه بشار اسد کنار گذاشته شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه العربیه نیز گفت ما بر اساس اعمال رژیم ایران در سوریه حکم صادر میکنیم، نه بر اساس حرفها. وی همچنین پیرامون توافق ژنو بین رژیم ایران و کشورهای پنج به علاوه یک گفت توافق با رژیم ایران به معنی عقب نشینی ما از متحدان ما نیست. در صورت عدم پایبندی رژیم به تعهداتش در توافق هسته‌ای ژنو، گزینه نظامی وارد می شود. کری ادامه داد رژیم ایران از تروریسم حمایت می کند. وزیر خارجه آمریکا راجع به احتمال کاربرد گزینه نظامی علیه رژیم اسد نیز گفت رئیس جمهور اوباما هرگز در رابطه با سوریه هیچ گزینه ای را از روی میز بر نداشته است. فکر می کنم او این را به وضوح بیان کرد. وقتی که او تصمیم گرفت از نیروی نظامی استفاده کند، او این تصمیم را در چارچوب به کارگیری تسلیحات شیمیایی گرفت. مسئله تسلیحات شیمیایی حل شد و اوباما این گزینه را روی میز باقی گذاشت تا زمانی که تبعیت کامل سوریه نسبت به این توافق حاصل شود. لذا رئیس جمهور کاملا این گزینه را در ارتباط با مسئله تبعیت از مسئله سلاح‌های شیمیایی روی میز باقی گذاشته است و بسته به اینکه در آینده چه اتفاقی بیفتد
رئیس جمهور هیچگاه هیچ گزینه‌ای را از روی میز بر نمی‌دارد.